سفر وزیر امور خارجه امریکا، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و قطر، افزایش حضور زنان در گرفتن کارت‌های رای‌دهی در کشور، کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در ولایت نورستان، برگزاری نشست دوستان سوریه در قطر و ناتوان خواندن حکومت افغانستان برای گرفتن مسئولیت‌های اقتصادی. به نام خدا و با عرض سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه اول ماه سرطان سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 ماه جون سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. واکنش های اخیر دولت افغانستان در برابر گشایش دفتر طالبان در قطر رهبران این گروه را خشمگین ساخته است. شاهین سهیل سخنگوی طالبان در قطر به اسوسییتد پرس گفته است که موقف گیری کابل ممکن است روند گفتگوهای صلح را تضعیف کند، اما شورای عالی صلح میگوید تا هنگامی که این دفتر با معیارهایی که دولت افغانستان میخواهد برابر نشود کار به جای نخواهد رسید. در این حال کانادا، هندوستان و روسیه از موقف حکومت افغانستان پشتیبانی میکند. از سوی هم وزیر امور خارجه امریکا و نیز فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز به قطر رسیدند. چگونگی گشایش دفتر قطر و پیش برد گفتگوها با گذشت هر روز رنگ دیگری می گیرد و با موج از واکنش ها در داخل و بیرون از کشور روبرو می شود. در آغاز کار گمان می رفت که با گشایش این دفتر راه برای پایان خشونت ها در کشور باز شده است، اما رفته رفته این همه گمان ها رنگ می بازند. نصب لوحه امارت اسلامی و برافراشته شدن پرچم طالبان در این دفتر واکنش های تند کابل را به همراه شد. در حال حاضر گفتگوها میان رهبران ما جریان دارند. هرچند آنان درباره واکنش های اخیر بسیار بقهرند، اما آنان تا کنون درباره چگونگی این موضوع تصمیم نگرفتند. من فکر می کنم این کار سبب تضعیف روند صلح خواهد شد. وزارت خارجه قطر گفته است که طالبان با نصب لوحه امارت اسلامی توافقنامه میان حکومت قطر را نقض کردند. وزارت خارجه قطر میگوید که این نمایندگی باید زیر نام دفتر سیاسی طالبان افغان در دوحه باز میشد. اما طالبان میگویند که برافراشتن پرچم آنان و نیز نصب لوحه امارت اسلامی از پیش با قطر توافق شده بود. و با این کار طالبان میخواستند زیر نام امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان دهها کشور و اعضای شورای عالی سال گفتگو کنند. هیچ مذاکرات بدون اشتراک و تحت رهبری افغانها و دولت افغانستان یا شورای عالی سال صورت نگیره، او مذاکرات به جایی نمیرسه. و شما را دیدین که با شدن دفتر اگر به اصولی که دولت افغانستان مردم افغانستان با او توافق نداشته باشه، او آدرس از او آدرس کار گرفته نمیشه، به جایی نمیرسن. قرار بود در گفتگوهای قطر دولت، نظام و قانون اساسی افغانستان اصل قرار بگیرند و گفتگو بر سر خواستهای طالبان باشد، اما ظاهرا در قطر این موضوع وارونه شد و طالبان اصل قرار داده شدند، چیزی که واکنش های زیاده را در داخل و خارج از کشور نیز به همراه شد. در این حال سرات وجود دارند که ارگونه تصمیم نهایی در گفتگاه صلح باید در داخل کشور و سوی افغانان گرفته شود. رئیس شورای عالی صلح هشدار میدهد که گفتگوها درباره آینده افغانستان از سوی خارجیان نمیتواند کشور را به صلح و ثبات پایدار برساند. با چنین تلاش ها همواره با بنبست روبرو شدند. صلاح الدین دبانی میگوید که دفتر طالبان در قطر نیست برخلاف تعهدات پیشین به گونه گشوده شده است که در آن به جای تلاش برای تامین صلح در کشور بیشتر برنامه های جنگ طلبانه گروه طالبان اعلام شدند. حسیب مودودی گزارش میدهد. یک سال از کشته شدن ارسلان رحمانی یک عضو شورای عالی صلح و سناتور در شورای ملی گذشت. در اینجا هم که بسیاری از اعضای شورای عالی صلح و اعضای شورای ملی برای گرامی داشت از کارنامه های وی شرکت کردند، از برخی از تلاش ها برای منحرف شدن گفتگوهای صلح نگرانی های دارند. رئیس شورای عالی صلح هشدار می دهد که دفتر طالبان در قطر برخلاف تعهدات پیشین به گونه گشایش یافت تا تلاش برای برهم زدن گفتگوهای صلح باشد. این دفتر به جای اینکه برای آغاز گفتگو تشکیل شود، در جهت اعلام برنامه های جنگ طلبانه در همان دقایق نخست به کار رفت و از تلاش های مخرب موازی
در کنار تلاش‌های صلح جویانه مردم افغانستان حکایت داشت. هنوز هیچ نشانه ای از پایان نبرد در کشور به چشم نمی‌خورد. تلاش‌ها اما برای کشانیدن مخالفان مسئله دولت به میز گفتگوها شدت گرفتند. تلاش‌هایی که اکنون شورای عالی صلح می‌گوید که در آنها دستاوردهای 12 ساله کشور نباید ندیده گرفته شوند. برای مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که در صورت آغاز مستقیم مذاکرات به هیچ وجه نگران دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در نتیجه سه دهه جهاد و مقاومت ملی به دست آمده نباشند، زیرا مردم افغانستان بسیاری از این ارزش‌ها را با خونشان به خطوط قرمز و جزء لاینفک تاریخ و هویتشان تبدیل کردند. با آغاز نبرد در برابر هراس افغانی در کشور گفته می شود که شهروندان افغانستان قربانیان اصلی این نبرد بودند. اکنون یک عضو شورای علمای افغانستان می گوید که مخالفان مسئله دولت باید مخالفان مسئله مردم افغانستان صدا زده شوند. کسانی که به گفته این عضو شورای علمای افغانستان مکتب، مسجد، جاده، شفاخانه و پدیده های از این دست را نمی شناسند و مصروف کشتار مردم هستند. آقا سوک چه یتیم تولیدوی، آقا سوک چه دلت خلق اصطلاح استعمالی چه دولت مصالح مخالفین، دا سم اصطلاح نده، دا ملت مصالح مخالفین. سال هاست که تامین صلح و پایان نبرد در کشور به آرزوهای اصلی شهروندان افغانستان مبدل شدند. اما در اینجا همه می دانند که راه صلح دراز است و پر از چالش. حکومت نیز برای تامین صلح در کشور به گفتگو با مخالفان مسئله‌اش تاکید دارد. تلاش‌هایی که تاکنون نتیجه دلخواه نداشتند. هنوز هم روشن نیست که سرانجام چه زمانی صلح پایدار در کشور تامین خواهد شد و نیز چه زمانی مخالفان مسئله دولت دست از خشونت‌ها خواهند کشید. دفتر طالبان در قطر برای گفتگوهای صلح نه، بل برای یک معامله بزرگ گشایش یافته است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب میگویند که روند گفتگوهای صلح در دست کسانی است که آنان حامی طالبان بودند. این نمایندگان میافزایند که طالبان برای منافع سازمان استخبارات نظامی پاکستان بل ضد منافع ملی شهروندان افغانستان فعالیت دارند. آنان هشدار میدهند که هرگونه امتیازدهی به طالبان ثبات کشور را با چالش‌های زیاد روبرو خواهد ساخت. در این حال رئیس جمهور کرزایی در دیدارش با رؤسای کمیسیون‌های مجلس نمایندگان تاکید داشته است که روند صلح باید تحت رهبری افغانان و در افغانستان باشد و اجازه نخواهیم داد که بیگانگان روند صلح را وسیله رسیدن به اهداف شومشان قرار دهند. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از گشایش دفتر برای طالبان در قطر میگویند تا هنگامی که طالبان جنگ افزارهایشان را به زمین نگذارند و نیز قانون اساسی کشور را نپذیرند، هر گونه گفتگو با این گروه کشور را یک بار دیگر به بحران بزرگی روبرو خواهد کرد. این نمایندگان می افزایند که گروه طالبان و دیگر گروه های مخالف مسئله دولت آموزه های اسلام را همواره نادیده گرفتند و از دین به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند. طالب اتا اعتماد نداره به عسکر مسلمانی که لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ایش است میخوانه، او رو گردن میزنه، او رو گردنش میبره، نماز جنازهش نمیمانه که خوانده شوه. شما دوباره هم اونا رو میخواین که بیایه؟ او دفتر برای تجزیه افغانستان شمالی و جنوبی جور شده. پذیرایی گرم حکومت قطر و همچنان سفر جانکیری در فردا یا پس فردا معلوم است که معلوم می شود که این نه تنها موضوع مذاکره نیست، بلکه می رساند که احتمال دارد که یک معامله سیاسی در قطر صورت بگیرد. هستوی هم شمار دیگری از نمایندگان مجلس تاکید می ورزند که امتیاز دادن به گروه طالبان به دستاوردهای 11 سال در کشور صدمه بزرگ خواهند رسانید. این امتیاز دادن ها یا تنبخشی ها او گروه را عریضتر از پیش بسازه و باز در جان ملت افغانستان بیفته و عملات مختلف را در ولایات مختلف و نقاط مختلف افغانستان را اندازی بکنند. امروز سرنوشت صلح در دست کشورهایی هستند که همیشه آمی و پشتبان طالبا بوده و کسایی که کشورهایی که آمی طالبا بوده این صلح برای مردم افغانستان ما فکر میکنیم که پذیرفته نیست. هر قدر توریست اعلام کرد حکومت، هر قدر امتیاز داد، ولی طالبا یک انچ از موجودگیری خود عدول نکرده. فلاز معلوم بشه که از خود اراده نداره یا تصمیم نداره، هدف نداره، چیزی که آیس آی پاکستان تصمیم گرم بطرفت. این نمایندگان می افزایند تا هنگامی که حکومت در برابر مخالفان مسلح دولت موقف گیری روشن نداشته باشد و نیز طالبان با پذیرفتن خواستهای حکومت حاضر به گفتگو نشوند، دشوار خواهد بود تا صلح و ثبات در کشور تامین شود.
رقم حضور زنان در گرفتن کارتای رای دهی در حال افزایش است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با در نظر داشت نگرانی های موجود درباره کم رنگ بودن حضور زنان در روند ثبت نام های رای دهندگان، این نهاد و همکاری های وزارت امور زنان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی برای رسیدگی به این مشکل کار میکند. با گفته این کمیسیون تاکنون بیشتر از 62420 تن ثبت نام کردند که در این میان نزدیک به 13000 آن زنان هستند. صالحه صادات در این باره گزارش دارد. روند توزیع کارت‌های رای‌دهی تازه همراه با نگرانی‌ها. پیش از این شماره از نهادهای مدافع حقوق زنان از کمرنگ بودن حضور زنان در روند ثبت نام‌های رای‌دهندگان ابراز نگرانی کردند. اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این نهاد راهکار را به همکاری وزارت امور زنان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در نظر گرفته است تا زنان را از طریق برنامه‌های آگاهی‌دهی برای شرکت در این روند آماده بسازند. آخرین ارقامی که از 41 مرکز به ما رسیده، در حدود بیش از 60000 نفر کارت رای دهی به دست آوردن که 13000 از این خانم هاست. در رابطه با خانم ها تشویش های موجود بود، ولی هر روز که سپری میشه 1% تعداد خانم ها افزایش پیدا میکنه با مراکز ثبت نام. نظارت از روند برگزاری انتخابات از جمله کارهایی است که در اولویت برنامه های کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد و بر بنیاد راهکار این کمیسیون قرار است برای 300000 ناظر ملی و جهانی برای نظارت از روند برگزاری انتخابات اعتبارنامه توزیع کند. نهادهای ملی و بین المللی که مراجعه کردن نزدیک به 40 نهاد است و نماینده هایشان که کارت نظارت و مشاهدین گرفتن در حدود نزدیک به 300 نفر میرسه. به هر حال این روان زمانی که نزدیک به انتخابات میشه، نهادهای مختلف مراجعه میکنن و میگن که از خود برگزاری انتخابات نظارت داشته باشه، ولی ما موقع دادیم که روند ثبت نام رای دهندگان هم این نهادها باید نظارت کنند. گفته می شود که روند توزیع کارت های رای دهی تا 2 هفته پیش از برگزاری انتخابات، یعنی تا 2 ماه حمل ادامه خواهد داشت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز 16 ماه حمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار شود. والی نامنهاد طالبان در ولایت نورستان با 3 تن از افرادش کشته شد. سخنگوی والی نورستان میگوید که این والی نامنهاد طالبان دوست محمد خان نام داشت و با 3 تن از افرادش در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر آماج حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی قرار گرفت. با می افزد که دوست محمد خان یکی از فرماندهان بلندپای طالبان بود و در افضای شرق فعالیت داشت. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه این خبر هاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. نشست دوستان سوریه امروز در قطر برگزار شد. هدف از برگزاری نشست گفتگو درباره چگونگی فرستادن کمک‌های نظامی با جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد با اجندای نشست جهانی از ژنو گفته شده است. در این حال وزیر خارجه بریتانیا نشست را فرصت خوب هماهنگی برای کمک به جنگجویان مخالف حکومت سوریه می‌داند. وزیران خارجه 11 کشور جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، ترکیه، مصر و اردن به روز شنبه در پایتخت قطر گرد آمدند. در این نشست دوستان سوریه، نخست وزیر قطر یگانه راه پایان دادن به جنگ داخلی را در سوریه مسلح ساختن جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد می‌داند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که برای پایان یافتن خشونت‌ها در سوریه تمامی طرف‌های درگیر باید بر میز گفتگو بنشینند. همزمان با این ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا بر حمایت از جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد تاکید می‌ورزد. از سوی دیگر کمیسیون بررسی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که دامه فرستادن جنگ‌افزارها به حکومت سوریه و جنگجویان مخالف به افزایش جنایت‌های جنگی در سوریه خواهد انجامید. فرستادن جنگ‌افزارها در شدت گرفتن جنایت‌های جنگی و نقص سرده حقوق بشر در سوریه کمک خواهد کرد.
در حال حاضر درگیری ها در شهر حلب، آخرین پایگاه بزرگ جنگجویان مخالف حکومت سوریه، به شدت ادامه دارند و هشدار سازمان ملل متحد در حال صورت میگیرد که هفته گذشته کاخ سفید اعلام کرد که به علت کاربرد جنگ افزارهای کیمیایی از سوی حکومت بشار الاسد در سوریه، کمک های نظامی را به گونه مستقیم در اختیار جنگجویان مخالف قرار خواهد داد. با تازگی جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که جنگ افزارهای تازه به دست آوردند، اما دریافت این جنگ افزارها را از سوی واشنگتن رد میکنند. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. جنبش متحده قومی پاکستان در اعتراض به کشته شدن یک عضو این جنبش به روز شنبه اعضای عمومی 3 روزه را در شهر کراچی آغاز کرد. با اعلام این اعضای عمومی، تمامی دکانها در شهر کراچی به روز شنبه بسته گردیدند. ساجد قریشی، عضو مجلس ایالتی سند، و پسرش به روز جمعه از سوی افراد ناشناس در شهر کراچی کشته شدند. شمار تلفات سیلاب‌ها در ایالت اتراکند هند به بیش از 550 تن رسیده است. وزارت داخله هند میگوید که نزدیک به 30,000 تن دیگر در این سیلاب‌ها گیر ماندند و وضعیت گیرماندگان نگران کننده است. در سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب کانادا 3 تن جان باختند. مقام‌های کانادایی میگویند که این سیلاب‌ها بیش از 100,000 تن را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. ایالات متحده آمریکا افشاگر جمع‌آوری اطلاعات این کشور را به جاسوسی متهم کرد. وزارت عدلیه آمریکا ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی این کشور، را به جاسوسی، دزدی و جعل سندهای محرمانه متهم می‌کند. ادوارد سنودن پیش از این گفته بود که سازمان امنیت ملی آمریکا از شرکت‌های مخابراتی خواسته است تا مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی شهروندان این کشور را در اختیارش بگذارد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهی من کنید. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. مسئولان اتاق تجارت صنایع می گویند که وجود مشکلات فراهراه سرمایه گذاری ها در کشور و عملی نشدن برنامه های حکومت برای رشد پایدار اقتصادی نشان می دهد که حکومت برای گرفتن مسئولیت های اقتصادی ناتوان است. از سوی هم اتاق تجارت صنایع افغان آمریکا می گویند که در نشست مشترک امسال بازرگانان و سرمایه گذاران افغان و آمریکایی تلاش می شود که شمار زیاد از سرمایه گذاران افغان در این نشست شرکت کنند. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. وجود ناامنی ها، مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با همسایگان، نبود سهولت ها برای سرمایه گذاری در کشور، وجود فساد اداری و مشکلات در قوانین بازرگانی و سرمایه گذاری از موارد هستند که به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع حکومت هیچ برنامه عملی را برای برداشتن این مشکلات ندارد. انتقال نظامی صورت میگیره، انتقال سیاسی شاید صورت بگیره، مگر ما برای انتقال اقتصادی چی آمادگی داریم؟ انتقال آمدگی تنها با کاغذ نمیشن. سرمایه‌دارا در اینجا شیشته صحبت‌های امروز دولت‌دارا و مسئولین ما که میکنن این تشویش ایجاد میکنه برای سرمایه‌دار. اصلا مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغان آمریکا میگویند تلاش دارند با تشویق سرمایه گذاران افغان برای اشتراک در 9th نشست مشترک بازرگانان افغانستان و آمریکا زمینه اشتراک شمار زیادی از این بازرگانان و سرمایه گذاران را در این نشست فراهم سازند. ما به خاطر در اینجا هستیم تا افراد علاقمند را برای اشتراک در نشست گسترش بازرگانی و سرمایه گذاری میان افغانستان و آمریکا دریابیم و ما با همکاران ما در آمریکا نیز در این بخش کار میکنیم تا زمینه برای گسترش رابط بازرگانی میان آمریکایی ها و افغانان فراهم شود. قرار است 9th نشست اتاق تجارت و صنایع افغان آمریکا تا 6 ماه دیگر در آمریکا را اندازی شود و بر بنیاد معلومات داده شده در این نشست بیش از 160 بازرگان و سرمایه گذار افغان نیز شرکت خواهند کرد. در این حال نهاد همکاری های دولت فرانسه شمار از تجهیزات کشاورزی را به کوپراتیف های بلدهای کابل و کاپیسا کمک کرد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که این تجهیزات مشمول ابزارهای زنبورداری، دامداری، فرم‌های مرغداری و پروسس مواد لبنی میباشند که کوپراتیف ها را در بخش توسعه و فراورده های کشاورزی کمک خواهد کرد. شهلا مرتضایی گزارش میدهد.
کود کیمیاوی، ماشین‌های چوچکشی مرغ، ماشین‌های پروسس مواد لبنی، کانتینرها، موتورسایکل‌ها، تجهیزات دفتری و ابزار فنی کشاورزی مشمول تجهیزات هستند که از کمک‌های فرانسه خریداری و به نمایندگان 6 کوپراتیف در ولسوالی‌های سروبی و نجراب توزیع شدند. ما از خود کمک‌های انکشافی فرانسه تقاضای ما است که اینا بودجه انکشافی را از طریق دولت ادامه بدن، زیاد بسازن. ظرفیت فعلا در وزارت به وجود آمده، میتونیم ما فرطا را با هماهنگ بسازیم و تطبیق کنیم. دوم که پروژه هایی که از طریق ما به خود ایفدی یا اداره همکاری های بین المللی فرانسه داده میشه، میشه که اونا را تقویه کنن. Le matériel de transformation des produits agricoles. با این تجهیزات کوپراتیف هایی که از 2 سال به دین سو ایجاد شدند و اکنون فعالیت دارند می توانند که گام بعدی را بردارند تا بتوانند فراورده هایشان را به گونه بهتر بفروشند. مسئولان پول انکشافی سفارت فرانسه می گویند که فرانسه توسعه زراعت در افغانستان را نیز توسط پروژه وسیع برق‌رسانی ولایت کاپیسا حمایت می کند. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 56 افغانی و 15 پول، یک یورو 73 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 960 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 560 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کند. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. امید بلخ فاتح رقابت های انتخاباتی تیم فوتبال سیمرغ البرز در حوزه شمال افغانستان شد. در فرجمین دیدار این رقابت ها در ضربات پناتی امید بلخ 4-3 تیم سرپل را شکست داد و بر سکوی قهرمانی استاد. در پایان این رقابت ها 26 چهره برتر به تیم سیمرغ البرز برگزیده شدند. در این رقابت ها ورزشکاران ولایت های سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان و دو تیم از بلخ شرکت کرده بودند. 20 مبارز برتر به تیم ملی جودوی افغانستان برگزیده شدند. در پایان رقابت های انتخاباتی تیم ملی جودوی افغانستان کابل اول شد، کندوز به مقام دوم رسید و تیم ولایت بغلان هم در جایگاه سوم استاد. در این رقابت ها بیشتر از 100 مبارز از پایتخت و 7 ولایت کشور شرکت کرده بودند. این رقابت ها در تالار فدراسیون جودو در کابل برگزار شده بودند. رقابت های انتخاباتی بدمنتون دختران در دانشگاه استاد برهان الدین ربانی آغاز شدند. هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی 8 چهره برتر به تیم منتخب بدمنتون دختران دانشگاه استاد برهان الدین ربانی گفته شده است. در این رقابت ها 16 ورزشکار از 6 دانشکده این دانشگاه شرکت کردند. این رقابت ها زیر نام جام دانشجویان برگزار شدند و 3 روز ادامه خواهند داشت. فدراسیون بدمنتون میگوید که قرار است تا یک ماه دیگر رقابت های انتخاباتی تیم ملی بدمنتون افغانستان در کابل برگزار شود. باشگاه ولیعصر قهرمان رقابت های مویتای کابل شد. باشگاه جوانان زابلستان دوم شد و باشگاه انوش در جایگاه سوم قرار گرفت. در این رقابت ها بیشتر از 100 مبارز از 4 باشگاه شرکت کرده بودند. این رقابت ها زیر نام جام میلاد نور از سوی فدراسیون مویتای افغانستان برگزار شده بودند و 4 روز ادامه داشتند. و اینکه تیم فوتبال سارک قهرمان رقابت های انتخاباتی فوتبال در ولایت پنجشیر شد. در فرجامین دیدار این رقابت ها سارک 4-0 جوانان پنجشیر را شکست داد و به قهرمانی رسید. رؤوف واحدی از تیم سارک پنجشیر با زدن 4 گل لقب آقای گل را به دست آورد. در پایان این رقابت ها 22 چهره برتر به تیم منتخب فوتبال ولایت پنجشیر برگزیده شدند. در این رقابت ها 16 تیم شرکت کرده بودند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 25. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 31. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25.
این متخبرها تا این ساعت از توجهتان جهان سپاس. شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.